وزیر کشور تا این لحظه آمار مشارکت مردم را در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود 64 درصد اعلام کرده و گفته است تا پایان شمارش کامل آرا ممکن است این رقم بالا و پایین شود پیش از انتخابات روزنامه کیهان چاپ تهران رقم مشارکت مردم را از 48 میلیون و 300 هزار نفر واجد شرایط اعلام شده 55 درصد تخمین زد معادل آرایی که در انتخابات ریاست جمهوری 88 برای محمود احمدی نژاد اعلام شد و البته طبق پیش بینی رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی های سه سال پیش خواهید دید در انتخابات آینده که حالا دو سه سال دیگه است همین مردم یک حضور مستحکم قوی در انتخابات خواهد کرد بر اساس گفته های مقامات جمهوری اسلامی و آنچه رسانه های نزدیک و وابسته به حکومت گزارش کردند، انتخابات در مطلوب ترین حالت ممکن برگزار شد. اما مخالفین، منتقدین و تحریم کنندگان معتقدند روایت دستگاه قدرت از آنچه که روی داده نادرست است. آنها معتقدند مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها در مورد مشارکت واقعی مردم صداقت را رعایت نکرده بلکه پیش از انتخابات نیز تلاش کردند تا از هر ابزاری برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی استفاده کنند مردم شرکت مردم مشارکت مردم رأی بدید اگر رأی بدید الگو بودن اگر رأی بدید سرنوشتتون اگر رأی بدید پیشرفتتون اتفاقاً. در مسائل اقتصادی هم رأی مردم موثر و کسی که تعمدی نمیره رأی بده به نظر من خب خیلی علما این روزا مراجع هم فرمودن فعل حرام داره انجام میده مخالفین منتقدین و تحریم کنندگان انتخابات با تهیه تصاویر و خبرهای مستقل از رسانه‌های حکومتی و همچنین برجسته کردن تناقض‌های موجود منابع وابسته به حکومت تلاش دارند تا عدم صداقت جمهوری اسلامی را به اثبات برسانند مثلا این گزارش خبرگزاری مهر که پیشتر واجدین شرایط رأی دادن در شهرستان ایلام را 373 هزار نفر اعلام کرده و در گزارش بعدی آمار ریخته شده به صندوق را در این شهرستان 380 هزار نفر اعلام کرده است. یعنی 7 هزار نفر بیشتر از حد مجاز. و یا این گزارش وبسایت باستاب که نوشته بود استانداری تهران آمار واجدین شرایط را در انتخابات مجلس نهم حدود دو میلیون و پانصد نفر کمتر از واجدین شرایط در انتخابات آخرین دوره ای ریاست جمهوری اعلام کرده است هرچند این منابع خبری پس از چند ساعت یا مطالب منتشر شده را حذف کرده و یا با تصحیح متن ارقام تازه را به جای ارقام قبلی جایگزین کردند اما تصاویر تهیه شده از گزارش های اولیه کماکان به عنوان سند گفته های مخالفین در مقاله ها و یادداشت‌ها دست به دست می شود مخالفین، منتقدین و تحریم کنندگان پیش از انتخابات رقم مشارکت عمومی را بین 30 تا 40 درصد در کل کشور پیش بینی کرده بودند و رقم 64 درصد اعلام شده از سوی وزارت کشور را مهندسی انتخابات برای تطبیق آن با میل آیت الله خامنه ای می دانند. و انشالله مجلسی تشکیل بشود باب نظام اسلامی بر اساس گزارش وزیر کشور تا ظهر روز یکشنبه تکلیف 190 کرسی مجلس مشخص شده است گزارش ها حاکی از تسلط 75 درصدی اصولگرایان بر کرسی های مجلس است احمد باطبی صدای آمریکا واشنگتن